بورس ترکیه از 10 جنوری شروع شده و تا 20 فوریه ادامه می داشته باشد. واجدین شرایط کسایی است که دوره مکتب خلاص کرده و نمراتشان بالای 70% باشه و سنشان از 21 سال بالا نباشه، اینا میتونه به دوره لیسانس ثبت نام بکنه. کسانی که لیسانس خلاص کرده و میخواه به ماستری اپلای بکنه باید سنشان 30 ساله و یا زیر 30 سال باشه و نمرات دوره لیسانس اینا باید بالای 75% باشه. کسانی که ماستری را خلاص کرده و میخواه به دکترا اپلای بکنه باید سن نشان از 35 به بالا نباشه و نمرات دوره ماستری که گرفته بالای 75% باشه. و کسایی که میخواه در رشته طب و دکتری تحصیلات داشته باشه، یا لیسانس میخواه اپلای بکنه، یا ماستری را میخواه اپلای بکنه، یا دکترا را میخواه اپلای بکنه، باید نمراتش بالای 90 و 95% باشه. رویش ثبت نام بورسیا چندان مشکل نیست. شما میتونید وارد وبسایت شید، اونجا یک حساب باز کنید و بعد معلوماتی را که خواسته شده وارد سیستم بسازید. اسنادی که شما باید با خود داشته باشید عبارتند از اسناد تحصیلی شما، اسناد هویت شما، اسناد زبان و دستاوردهای علمی اگر داشتید به شما خیلی کمک میکنه. و رفرنس نیست شما باید داشته باشید. رفرنس کسی است که شما را میشناسه، سرمعلم شما باشه، مدیر مکتب شما باشه یا استاد دانشگاه باشه، هر کسی باشه که شما را بشناسه و شما را تایید بکنه. ادامه قدم به قدمی رو با هم دیگه مرور میکنیم که رویش ثبت نام چگونه است. ثبت نام شروع میکنیم. دوستای گرامی، شما اگر روی گزینه اپلیکیشن لاگین کلیک کنید به یک صفحه دیگه باز میشه. اگر قبلا کار کرده بودید ایمیل آدرس خود و پاسورد خود زده وارد سیستم میشین و اگر قبلا حسابی نداشتید شما روی گزینه رجیستر کلیک کنید یک صفحه دیگه برای شما باز میشه. در این صفحه شما نام خود نوشته میکنید، تخلص خود نوشته میکنید، جنسیت خود برای فیمیل زنانه میشه، میل مردانه میشه، تاریخ تولد خود نوشته میکنید، نشنالیتی یا شهروندی خود نوشته میکنید، انتخاب میکنید، ایمیل آدرس خود نوشته میکنید، ایمیل آدرس خود تکراری نوشته میکنید، پاسورد نوشته میکنید و پاسورد خود تکراری نوشته میکنید. یک سیکرت کوشن به خاطر از اینکه یگان وقت اگر شما پاسورد خود را فراموش کنید توسط از این سوال مخفی میتونید جوابی را کنید. خود شما یک سوال مطرح کنید، مای بیست تیچر یا مثلا معلم ریاضی من، شما میتونید باز جوابش را اینجا انتخاب بکنید علی. وقتی این سوال مطرح میشه که جوابش را ارائه بکنید و شما کمک میکنه ریکاوری بکنید. بعد روی گزینه از این تک مارک بکنید، در اینجا از ما خواستش را که با اسکیل شما نشانی کنید، به خاطر وریفیکیشن اینا هست. در اینجا گفتش را که شما باید باز هم با اسکیل انتخاب بکنید، با اسکیل انتخاب میکنیم. و در اینجا موتر گفته شما باید انتخاب بکنید، در اینجا موتر هست، اینجا موتر هست، موتر هست، اونا رو وریفای میکنید، تایید شد. و در اخیر روی گزینه اپروف میزنید، اپروف که زدین روی گزینه سیف میزنید، روی گزینه سیف زدین، در اینجا صمد صمدی از افغانستان هست و در اینجا شما روی گزینه اپروف کلیک کرده و روی گزینه سیف میزنید. اینال با ایمیل شما یک معلومات ارسال میشه که شما میتونید ایمیل خود رو باز کنید. شما با ایمیل خود میرین، ایمیل خود رو باز میکنید، یک ایمیل برای شما آمده و در اینجا روی گزینه ای که داده شده سر از او کلیک میکنید و ایمیل خود رو تایید میکنید. مثلا دو تا ایمیل برای ما داده شده، روی از لینک کلیک میکنید با وبسایت قبلی راجع میشید، روی از این گزینه کلیک کنید و وارد سیستم شید. مثلا نوشته میکنیم که صمد صمدی 280 at gmail.com. پاسورد خود همه چیز را که نوشته کرده بودین میزنید و وارد سیستم میشید. اینال ثبت نام ما و شما شروع میشه و حالا صفحه اصلی باز میشه که در مرحله اولینی معلوماتی که در دست چپ میبینید اینا باید خانه پوریشا، معلومات شخصی شما هست، فامیلی انفورمیشن شما، معلومات ارتباطات و تماس شما، معلومات تحصیلی شما، معلومات زبان شما، معلومات سابقه کاری شما، دستاوردهای علمی شما، فعالیت‌های اجتماعی شما و ای که شما در ترکیه بودین یا نبودین و مای اپلیکیشن در اخیر است که شما انتخابات رشته و دیگه موارد دارین که ای تمامی موارد باید خانه پوری شود. اگر به شکل سرخ نوشته بود به این معنا که ای هنوز کارش تکمیل نشود باید کار شود.
اگر به شکل زرد بود اینا چندان الزامی نیست و اگر شما ایر سبز بسازین بسیار عالی میشه. تا آخر دانه به دانه اینا رو با همدیگه مرور میکنیم. خب دوستای گرامی، به این صفحه شروع میکنیم. ما قبلا این معلومات وارد سیستم کردیم به خاطر کارهای ما زودتر اجرا شوه. پرسونال انفورمیشن، معلومات شخصی، معلومات فامیلی، گزینه های تماس، معلومات تحصیلی، زبان شما، سابقه کاری شما، دستاوردهای علمی شما، فعالیت های اجتماعی شما، آیا کسی به ترکیه دارید یا ندارید، همه اینا باید پر شوه و ثبت شوه. اونها اگر سرخ بود باید تکمیل شوه و اگر علامه زرد بود الزامی نیست که مثلا پر شوه یا اینکه تکمیل نیست. روی گزینه پرسونال انفورمیشن کلیک میکنید، شما میتونید که در چند بخش علاوه بکنید. معلومات شما هست، انفورمیشن و عادتهای شما هست و سوشال تالنت انفورمیشن هست. روی گزینه ایدیت اگر کلیک بکنید معلومات شما در اینجا میاید که مثلا نام شما، تخلص شما، جنسیت خود انتخاب بکنید، فیمیل زن و میل مرد میشه، حالت مدنی خود سینگل مثلا مجرد هست، مرد عروسی و دیورس جداشده را میگه. در اینجا تاریخ تولد خود نوشته میکنید، از کدام کشور هستید، در کدام کشور به دنیا آمدید، در کدام شهر به دنیا آمدید، آیدی نمبر خود شما، آیا پاسپورت دارین یا تذکره دارین، هر کدامش رو دارین انتخاب بکنید، نمبر پاسپورت خود بزنید و اما اگه پاسپورت داشتین اسکن پاسپورت و اگه تذکره داشتین اسکن تذکره خود اینجا وارد سیستم بسازید. اگر شهروندی دیگه ای دارین سر از کلیک کنید و معلومات دیگه ای وارد میشه. در اینجا میگه که معلومات دینی خود شما ارائه بکنید. شما میتونید انتخاب بکنید اسلام شیعه یا اسلام سنی، هر دینی که هست، و همچنین در بخش اتنیسیتی قومیت خود شما انتخاب میکنید. هزاره را که بزنید هزاره باربری می و هزاره دایزینت می، هزاره دایزنگی میشه در واقع. و در قسمت دیسیبلیتی میگه شما کدام معیوبیت دارین یا ندارین. هر معیوبیتی که دارید انتخاب بکنید، اگر ندارید I do not have any disability، معیوبیت نداره، شما روی گزینه صفر کلیک میکنید معلومات شما ذخیره میشه. در ادامه روی گزینه فامیلی انفورمیشن، ببخشید در این بخش یک چیز کمبود مانده بود که مثلا انفورمیشن اون هوبیز، چی عادتایی را شما دارین، اون عادتا رو میتونید که انتخاب بکنید. مطالعه بوک هست یا کامپیوتر خوش دارین یا مثلا پخت و پز خوش دارین یا غذا را خوش دارین، هر چیزی که خوش دارین درباره ایش در اینجا یک توضیحات کوتاهک نوشته که مثلا من مطالعه کتاب خوش دارم، جاهای دیدنی سفر کنم و کار با کامپیوتر خوش دارم. شما میتونید روی گزینه سیف کلیک کنید، این معلومات شما سیف میشه. در ادامه روی گزینه سوشال تالنت انفورمیشن، توانایی های اجتماعی شما هست که مگه شما در بخش گیتار قوی هستین، در بخش وایلون قوی هستید، در بخش پیانو قوی هستین، در بخش نقاشی قوی هستین، هر چیزی که شما توانایی دارید، در بخش فوتبال قوی هستین، اونا رو انتخاب بکنید و سیف بزنید. اینی پرسونال انفورمیشن شما تکمیل شد. میان روی گزینه فامیلی انفورمیشن، در اینجا شما معلومات درباره فامیلی خود ارائه میکنید. مثلا روی گزینه ایدیت زده و میایین در اینجا نام مادر خود نوشته میکنه، آیا مادر شما زنده هست یا نه، اگر یس بود یس انتخاب، نو بود نه. مای مادر ورک، اگر کار میکرد باز میگه که در کدام اداره کار میکنه، در وظیفه ایش چی هسته و عنوان وظیفه ایش چی هسته، امی مشخصات شما وارد سیستم میسازید و اگر کار نمیکرد رو غیر فعال میسازید. نام پدر خود نوشته کنید، آیا زنده هست یا نه، یس یا نو رو انتخاب بکنید. و تعداد اعضای خانواده خود نوشته کنید، مثلا 5 نفر شده، شما و 3 تا همراه برادر خواهر شما، همراه که میشین 4، همراه مادر شما میشه 5 نفر. حالت مدنی شما قبلا سنگل انتخاب شد، میزان درآمد شما مثلا 250 تا 500 و 500 تا 1000 دلار، هر مقدار درآمدی که شما دارین رو انتخاب بکنید. روی گزینه سیف کلیک کنید و این معلومات شما ذخیره میشه. روی گزینه کانتکت انفورمیشن شما میتونید که جایی که بود و باش دارین اونا رو انتخاب بکنید، مثلا در کدام کشور هستن، در کدام شهر هستن، پستال کد، آدرس پستی چندان الزامی نیست، در افغانستان نداریم، شماره خانه خود بزنید، اگر شماره شخصی دارین هم نوشته کنید، در اینجا تکرارن یا شماره شخصی دومی خود نوشته کنید، آدرس سرک خود نوشته کنید، آدرس نمبر ساختمان خود نوشته کنید، نمبر دروازه خود نوشته کنید. میگه آدرس شما یک کمی فرق داره، اگر انتخاب کردین باز معلومات جدید خود نوشته میکن، اگر همینجا بود و باش دارین پس درست است. در قسمت پایین میگه که شما چقدر مدتی میشه در اینجا بود و باش دارین، مثلا شما میگین که ما 10 سال میشه در اینجا، یار انتخاب بکنید بود و باش دارین، اگر ما بود ما را انتخاب یار بهتر است. در قسمت سوشال میدیا دوستای گرامی، در واقع همو لینکی صفحه فیسبوک یا صفحه توییتر و دیگه جزئیات شما را میخواهم. اگر شما خواستین که در اینجا لینک وارد کنید، این قسمی وارد بسازید، مثلا یک نمونهش برای شما نشان میدم،
به اینی صفحه فیسبوک ما هست، اینی صفحه ما هست، مثلا میایین در اینجا نوشته هست www.facebook.com/، بعد از سلش چیزی که مهم است یوزر ما هست، یعنی می یوزر خود شما کپی بگیرین، یعنی بعد از دات کام، یعنی بعد از سلش، یعنی رو کپی میگیرین، شما میارین ده همی جایی که خواستش رو بود ده اینجا پیست میکنین. ده تویتر هم بعد از تویتر دات کام که هست اونو ما سلش یوزر نیمه خود انتخاب بکنین، ده اینجا گفتش رو که اینی رو انتخاب بکنین، و همچنان در لینکدین هم شما میتونید وارد سیستم بشید. در اینجا با واضحت برای شما نشان میده. روی گزینه سیف کلیک میکنید، معلومات شما ذخیره میشه. روی گزینه ایجوکیشن انفورمیشن میزنید، در اینجا اگر شما برای لیسانس ثبت نام میکنید روی گزینه های اسکول کلیک کنید. اینجا تمامی معلومات خود شامل سیستم بسازید. در کدام کشور هستید، در کدام شهر تحصیلات شما بوده، کدام لیسه بوده. نام لیسه رو شما اگر در اینجا سرچ بزنید پیدا میشه. اگر پیدا نشود پس شما نام لیسه خود دقیق در اینجا نوشته بکنید. و ایجوکیشنال استیج میزان تحصیلات سکندری بوده، ثانوی بوده و جنرال های اسکول بوده یا ریلیجیس های اسکول بوده یا وکیشنال حرفه‌ای بوده، جنرال های اسکول بوده، درست است. و در اینجا میگن که موضوعی که شما میخواندین چی بوده، زبان بوده، ریاضی و تشریحات بوده، جنرال بخش عمومی رو شما انتخاب میکنید. آیا شما ادامه داره کانتینیوز یا که فارغ شدین، فارغ انتخاب میکنید. در کدام تاریخ شما درسای خود در مکتب شروع کرده بودین، در کدام تاریخ از این مکتب فارغ شدین و میزان فیصدی شما نمرات به چی اساس حساب میشه، آیا به اساس 5 حساب میشه، به اساس 10 یا به اساس 20 که ایران هست یا به اساس 100 که افغانستان است، چند نمره بوده. مثلا 85.6 اینج خود عدد نمره خود نوشته میکنید، در اینجا باز اشاریش نوشته میکنید. در اینجا شما باید دیپلوم را اضافه بکنید، در واقع دیپلوم همون روی اصلی شهادت نامه شما هست که عکس شما هست و فراغت شما هست و در این بخش ترانسکریپت پشت شهادت نامه شما هست، در واقع اونجا همون نمرات 3 ساله شما شامل امید شهادت نامه شما شده و را آپلود بزنید هر دویشه. آیا شما کدام دستاور داشتین، در کدام درجه بودین یا نه، یس انتخاب بکنید. اچیومنت شما در چی بوده، آیا در سطح شهر بوده، در سطح کشور بوده، در سطح مکتب بوده. در سطح مکتب بوده مثلا شما اول نمرهش بودین. در اینجا باز یک سند را که نشان بدیه که اول نمره بودین، سرتیفیکیت گرفتین، اون را هم شامل سیستم بیسوز آپلود کنید. آیا مگه شما امتحان کنکور سپری کردین یا نه، اگر یس شما انتخاب کردین سپری کرده بودین یس انتخاب، اگر نه نه یس انتخاب کردین، کنکور افغانستان در کدام تاریخ بوده، اینجا شما تاریخش میزنید، چند نمره گرفتین، نمره خود میزنید و اشاریه چند، این بخش اشاریه را و کدام سند هم دارین شما یا نه، در اینجا باز میتونید که سند خود آپلود کنید. مثلا همون نمره شما که در وبسایت تحصیلات عالی بود اگه اسکرین شات گرفته در اینجا شامل سیستم بسازید. و کدام دستاورد هم داشتین یا نه، شما میگین آره در سطح کشور بوده، در سطح مکتب، در سطح شهر یا در سطح ولایت بوده، شما مثلا میگین که درجه دوم در سطح ولایت خود بودیم، شما میتونید گزینه سیو کلیک بکنید. معلومات هم شامل سیستم شد. و اگر شما خواستین برای دوره مثلا ماستری کلیک بکنید، باید بچلرز دیگری یا دوره لیسانس خود هم شامل سیستم بشه، در کدام پانتون بده، کدام درجه داشتین یا نداشتین. و اگر پی اچ دی یا دکترا رو شما میخواستین اپلای بکنید، باید تمامی مراحل پست گریجویت، دوره ماستری و دوره لیسانس خود شامل سیستم بسازید. در بخش لنگویج دیتایلز میاین که میگه زبان اصلی شما کدام هست. شما اگر دری رو بزنید هم درست هست و اگر فارسی رو بزنید هم درست است. و در ادامه میگه که دیگه کدام زبان ها را شما توانایی بلدیت دارید. روی گزینه اد میزنید، میتونید در اینجا اضافه بکنید. اگر انگلیسی هست شما میتونید که انگلیسی بزنید. مثلا سرتیفیکیت اگر داشته باشید میتونید که امتحان اگر سفری کرده بودین تافل بود، مثلا در کدام تاریخ بود و میتونید تاریخش انتخاب بکنید، روزش انتخاب بکنید. چند نمره گرفتین شما، مثلا اشاریه چند بوده، همون سرتیفیکیت رو که داشتین او رو شامل سیستم میکنید و این را سیف میزنید. زبان های دیگه پشتو یا ترکی را هم اگر بلد بودید میتونید شامل سیستم میسازید. در ادامه زبان ترکی را از شما میخواه که شما زبان ترکی را بلد هستید یا نه، اگر یس انتخاب کردین یس میزنید. آیا کدام سرتیفیکیت دارید یا ندارید، اگر یس داشتین میگه در کجا شما یه امتحان سپری کردین،
کدام درجه را گرفتین، A, B, C اینا هر چی بود، در کدام تاریخ بود، و یک سند شما آپلود بکنه که نشان بده که نمره شما در بخش ترکیه هم خوب بوده. در ادامه تکمیل شد، میتونیم ورک اکسپریانس سابقه کاری خود شما شامل سیستم میزنید، و وقتی که شما روی گزینه اد کلیک کنید جزئیات برای شما میاد. من مثلا یک نمونه رو در اینجا وارد سیستم کردین، در کدام کشور بوده، کدام کمپانی بوده، وظیفه شما چی بوده، از اینجا میتونید انتخاب کنید، ادورتایزر بوده، اکاونتان بوده، چی بوده، نوشتم که اکاونتان بوده و فعلا شما در اونجا کار میکنید یا که اونجا رو ترک کردین، در کدام تاریخ کار شروع کردین، در کدام تاریخ کار شما ختم شد، و در اینجا معلومات درباره وظیفه خود ارائه بکنید که شما چی کاری میکردین، جزئیات چه ارائه کنید، روی گزینه سیف بزنید. اگر وظیفه دیگه هم داشتید میتونید روی گزینه اد کلیک کنید و در اینجا معلومات شامل سیستم بسازید. در اینجا سی وی خود شما آپلود میزنید و روی گزینه سیف کلیک میکنید. در ادامه روی گزینه اکادمیک کوالیفیکیشن کلیک میکنید. کدام دستاوردهای علمی اگر داشتین شما میتونید در اینجا وارد کنید. مثلا یک رقابت در سطح کشور بوده یا امتحان المپیای ریاضی بوده یا المپیا یا هر چی که بوده کامپیوتر بوده شما میتونید که در اینجا اد کنید. و اگر نکردین مشکلی هم نیست، الزامی نیست. اگر داشتین شما میتونید که بسیار به راحتی موفق شید. مثلا کدام امتحان دستاورد داشتین؟ میگن که آرت، هیومانیتیز اند سوشال ساینس. شما امتحان سپری کردین در این تاریخ بوده و 96.20 نمره گرفتین، در کشور افغانستان بوده و سند هم در اینجا آپلود میزنید و ایره سیف میزنید. اگر دستاورد دیگه هم داشتید شما میتونید که علاوه بکنید. و سوشال اکتیویتیز، فعالیت های اجتماعی شما در اینجا میشه که شما میتونید روی گزینه اد کلیک بکنید. آیا شما کدام جایزه به دست آوردین؟ پروژه های رو تطبیق کردین؟ کدام سرتیفیکیت به دست آوردین؟ کدام اسکالرشیپ شما به دست آوردین؟ چه بوده؟ مثلا من نمونهش یک پروژه رو در اینجا یادآوری کردیم که وومن اکانومیک امپاورمنت پروگرام، ما پروژه رو تطبیق کردم، در این تاریخ ختم شده بود و توسط این کمپانی نهادش بود و کاری را که ما اجرا کردم تکمیلی پروژه بود و یک سرتیفیکیت هم در اینجا علاوه میکنم که نشان بده یا عکس یا سند که همین پروژه را موفقانه اجرا کردم، و در اینجا تشریحات بدین که این پروژه در مورد چی بود، چی دستاورد داشت. روی گزینه سیف کلیک میکنید و اگر شما ولنتیر اکتیویتیز، فعالیت های مثلا ولنتری یا داوطلبانه را اجرا کرده بودید میتونید در اینجا وارد سیستم بسازید. مثلا ما یک نمونه را وارد سیستم کردیم، پالیو واکسینیشن، واکسن پالیو بوده، توسط کدام نهاد بوده؟ منیستری اف هایر پابلیک هلت بوده، مثلا منیستری اف پابلیک هلت، صحت عامه. در اینجا تشریحات میکنید تو ریدیوس پالیو و دیگه جزئیاتی که در مورد پالیو بود، یا اگر فعالیت های دیگه شما اجرا کردین میتونید در اینجا علاوه بکنید. در قسمت ترکیه اکسپریانس شما میتونید که معلومات درباره از اینکه به ترکیه کسی دارین یا ندارین ارائه بکنید. سوال میکنه که آیا شما قبلا به ترکیه بودین یا نه؟ اگر بودین به کدام دلیل بوده؟ توریست بوده، جهانگردی بوده، به خاطر کار بوده، به خاطر بود و باش بوده، به خاطر تحصیلات بوده، به خاطر پناهندگی بوده، چی بوده؟ اینا هر کدامش که بوده شما میتونید که اونها را انتخاب بکنید. و در آخر اگر نور انتخاب کردین پس گزینه ها نمیه. میگه که آیا کدام خبری را که در مورد همین بورسیه شما بدی ساوردین از کجا بدی ساوردین؟ آیا دوستای شما گفت یا از طریق سوشال میدیا، از طریق وبسایت اینا؟ در ادامه میگه آیا کدام دوست شما در ترکیه هست یا نه؟ اگر دوست شما، رفیق شما هست یس بزنید، نامش را نوشته کنید، تخلصش را نوشته کنید، چی شما میشه؟ مثلا پدر شما میشه، دوست شما میشه، مادر شما میشه، یا اگر دوست شما انتخاب میشه اونجا چیکار میکنه؟ به خاطر تحصیلات یا کار است؟ هر چیزی شما انتخاب بکنید. آیا کدام دوست را داری که مثلا در ترکیه زندگی بکنه؟ اگر یس بود شما جزئیات شیر کنید، اگر نه بود نه. روی گزینه سیف کلیک میکنید، معلومات شما شامل سیستم میشه. گزینه آخری مای اپلیکیشن هست که هنوز در اینجا نامدیم. در اینجا که رسیدیم دوستای گرامی، شما باید روی هوم پیج در بالا بیاین. وقتی که تمامی مراحل کاری شما تکمیل شدی، معلومات شامل سیستم کردین، ترکیه اکسپریانس تکمیل شد، شما میتونید روی گزینه هوم بیاین و اپلیکیشن به خاطر اپلای کردن باز میشه. در واقع شما میتونید که اپلای بکنید برای بچلر دیگری، یعنی مکتب خلاص کردین، برای لیسانس شما از اینجا اقدام میکنید، برای ماستری از اینجا اقدام میکنید، برای پی اچ دی یا دکترا از اینجا اقدام میکنید، برای تحقیقات از اینجا اقدام میشه. چون ما معلومات دوره مکتب شامل سیستم کردیم، بناهن برای ما شما اجازه بچلر دیگری رو میده. روی گزینه اپلای کلیک میکنید و روی گزینه اکسپت
میزنیم تا اینکه قدم به قدم پیش بره. روی گزینه آخرین میایم I have read and accepted all conditions. سیو کلیک میکنید. گاهی ممکن است دوستای گرامی شما در اینجا فعالیت های خود اجرا بکنید، در جریان کار بعض موارد تکمیل بکنید و دوباره روی گزینه هوم پیج بیاین. اگر در اینجا زدین اپلیکیشن سامری شما نشان داده میشه و اگر روی گزینه اپلای کلیک کنید هم درست است. آیا میخواهید ادامه بدین روی گزینه یس کلیک کنید. اینی آپشن ها برای شما می اپلیکیشن کاندیشن هست، در واقع شرایطش شما بررسی میکنید و در اینجا روی گزینه تک مارک انتخاب میکنید و یک آپشن سیف داره سرش کلیک میکنید سیف میشه. ما قبلا رو اجرا کردیم تا کارا زودتر اجرا شه. روی پرفرنس انتخاب رشته ها شما میایین و میتونید که در اینجا رشته خود انتخاب بکنید. مثلا چی را انتخاب میکنید؟ اگر هر رشته ای که علاقه مند هستید کیمیا را انتخاب میکنید، میگه که ای نام دانشگاه در اینجا هست، نام دانشگاه ها ذکر شده و در کدام شهر هست، استانبول هست و به زبان انگلیسی هست، 30% انگلیسی هست و مدت زمانش 4 سال هست. اینی میره انتخاب میکنید، شامل سیستم میشه. شما میتونید چندین تا انتخاب داشته باشید. قبلا تا 12 را بود و ما فعلا 4 تا انتخاب کردیم. روی گزینه سیف که کلیک بکنید این آپشن شما سیف میشه. میایید در ادامه روی گزینه letter of intent کلیک میکنید. اینجا میگه که آیا میخواهید با زبان انگلیسی ترجمه شود؟ همیتو یک زبان انگلیسی ترجمه شد. اما متاسفانه خب درست است که با زبان ترکی بود پیشتر، ولی فعلا با زبان انگلیسی شده. در اینجا میگه letter of intent یا قصدنامه شما یا پلان تحصیلی شما در ترکیه باید واضح نوشته شود. میگه شما تشریح بکنید تحصیلات قبلی خود و سابقه اجتماعی خود در بخش از این که شما مطالعه کردن قبلا، و او را ما به طور ساده در اینجا تشریح کردیم که گفتش را سه بخش از شما خواسته. Your academic and social experience related to the fields you want to take and education. سابقه تحصیل شما، سابقه اجتماعی شما و با ارتباطی که شما در ترکیه تحصیلات میکنین چه ارتباط داره، اینا رو با هم دیگه به طور دقیق لینک ارائه بکنین. مثلا بگین من بسیار علاقه من در رشته طب بودم، در بخش بیولوژی نمرات بسیار بالا دارم و 95% نمره ما هست و ما میخواییم که تحصیلات طبی در ترکیه اجرا بکنم. Your reasons for choosing Turkey for study. چرا شما ترکیه رو به خاطر تحصیلات انتخاب کردین؟ اینجا دلایل خود ارائه کن. ترکیه کشور پیشرفته هست، امکانات خوب هست و دلایلی که گفتنی دارید در اینجا نوشته کنید. اینا رو شما میتونید به طور کامل نوشته بکنید. و and the importance of your future plans for your academic and scholarship in Turkey. اینال یک شما در ترکیه ایر خواندین چقدر مهم است، چقدر از استفاده کرده میتونید و چه پلانی برای آینده دارید، شما میتونید که ایره در اینجا نوشته بکنید. در واقع این چیزایی که در اینجا خواسته شما باید نوشته بکنید. میتونید به هر زبانی که خواستین نوشته بکنید و اگر به زبان انگلیسی یا ترکیه نوشته بکنید خیلی خوب میشه. اما کسایی که به خاطر پی اچ دی و دکترا اپلای میکنه این بخشا رو باید به زبان انگلیسی نوشته بکنه و یک چند تا سوال هم میه که اونا رو به زبان انگلیسی نوشته کنه. و additional item، اینجا یک بخش دیگه چیزایی برای گفتنی شما هست. اینجا اگر شما چیز نوشته میکنید بسیار مهم است، بخش تحصیلی شما، پلان نامه اینا رو در اینجا نوشته میشه و این اینجا ممکن است یگان گپایی را باشه که شما میخواین اما هیئت داورانی که در واقع اپلیکیشن شما را مرور میکنه توجه اونا را جلب کنید. توانایی ها دارن یا اگر مشکلاتی دارن هر چی هست میتونید در اینجا نوشته بکنید و در آخر روی گزینه سیف کلیک کنید این ذخیره میشه. میان روی گزینه لوکیشن، اینترویو لوکیشن شما میتونید در کدام کشور هستین، در کدام شهر دسترسی دارن، هرات، بلخ، کابل و اگر در ایران اینا هم هستید میتونید ایران انتخاب بکنید. از اینجا روی گزینه سیف کلیک کنید، اینترویو لوکیشن شما انتخاب میشه. رفرنس انفورمیشن، کسی است که شما را میشناسه یا استاد شما هست یا معلم شما یا اعضای فامیل شما. بیشتر اگر استاد شما باشه بسیار خوب میشه، استاد شما یا رئیس کاری شما باشه بسیار خوب میشه. روی گزینه اد کلیک میکنید و مثلا ما یک نمونه رو در اینجا علاوه کردیم. نامش را نوشته کنید، تخلصش را نوشته کنید، شماره تماسش را نوشته کنید، ایمیل آدرسش را نوشته کنید، در کدام نهاد بوده، ABC Organization، وظیفه‌اش چی بوده، مثلا اسکول منیجر. اگر نام مکتب خود اینجا نوشته کردید میتونید نوشته کنید که همه کسی که علی احمدی هست اسکول منیجر یا مدیر مکتب ما بوده. در اینجا هم رفرنس را که داده بود، نام و مشخصات شما بود، تایید شما بود و
سندش رو آپلود می سازید و در اینجا میگین که this is belong to my academic reference. در واقع مدیر مکتب ما را تایید کرده و یا اینکه یک نهادی که من امتحانی داده بودم و در اونجا بسیار جایگاه خوب گرفته بودم اینمی سند مربوط یازه میشه. روی گزینه سیف کلیک میکنید. رفرنس دومی را هم شما میتونید سومی را هم علاوه بکنید. جوینت اسکالرشپ پروگرام در اینجا میگه که آیا شما میخواید اسلامیک دیولپمنت بانکینگ یا تحصیلات اسلامی از شما میخواید شرکت بکنید یا نه. اگر تحصیلات دینی داشتن شما یس انتخاب میکنید، اگر نبود نو را انتخاب میکنید. روی گزینه سیف کلیک میکنید. در اینجا روی گزینه آخری که هست summary of application هست، در واقع خلاصه اپلیکیشن شما هست، از اول تا آخر هست، معلومات شخصی شما هست، انتخاب رشته های شما هست، در کدام دانشگاه ها بوده، زبان شما معلومات داده شده در اینجا، در ادامه letter of intent قصدنامه شما یا پلان نامه شما یا پروپوزل شما در اینجا معلوماتش هست و در اینجا آیا شما میخواین در Islamic Development Bank Scholarship Program شرکت کنید یا نکنید معلومات داده شده، فامیلی انفورمیشن و درآمد شما در اینجا ذکر شده که چقدر درآمد دارین و جزئیات تماس شما در اینجا ذکر شده و همچنان اکادمیک کوالیفیکیشن در اینجا ذکر شده، سوشال اکتیویتیز، سابقه کاری شما، اکادمیک فعالیت شما و ای که در ترکیه کسی دارین ندارین و چی چیزار شما علاقه من هستین و سوشال تالین انفورمیشن شما هست، توانایی های اجتماعی شما، فعالیت های دو طلبانه رو شما داشتین یا نداشتین، رفرنس شما هست که کیها بوده. من در اینجا یک دانه رو نوشته کردم، شما میتونید دو دانه داشته باشید. اینترویو لوکیشن شما مثلا در هرات بوده، مای اپلیکیشن شما اینجا هست و شما اگر خواستین که اپلیکیشن خود سابمیت بزنید روی گزینه کلیک میکنید و سابمیت میکنید، اپلیکیشن شما ارسال میشه و بسته میشه و اگر هنوز مشکلات داشت شما میتونید بیاین در این قسمت ها از نو ایدیت کنید و مثلا در این بخش ها چیزهای گفتنی داشتین، سوشال اکتیویتی چیزهای اضافه کردنی بودین یا مثلا اکادمیک کوالیفیکیشن چیزهایی را علاوه کردنی بودین یا سابقه کاری شما چیزهایی را علاوه کردنی بودین یا مثلا در قسمت زبان سند شما بعد سامد یا ایژوکیشن انفورمیشن معلومات سند شما بعد سامد میتونید در اینجا ارائه بکنید و روی گزینه ایدیت کلیک کنید، معلومات خود از نو شامل سیستم بسازید و خلاصه در بخش فامیلی یا پرسونال انفورمیشن اگر کدام جایی مشکلات بود شما میتونید دوباره سرشان بیاین و او رو کلیک کنید و اصلاحات بیارین و اگر روی گزینه هوم پیج بیاین شما روی گزینه سمری کلیک کنید، هم خلاصه اپلیکیشن شما رو نشان میده، شما میتونید در هر بخشی که اصلاحات لازم بود میتونید که سرش کار بکنید و همچنان اگر شما روی گزینه در اینجا روی هوم پیج آمده بودیم روی گزینه اپلای هم کلیک بکنید مگه آی با پیش میرین یا نمیرین تمامی معلومات میایه. در آخر روی گزینه اپلیکیشن سمری آمدیم، شما ایره کلیک میکنید و اپلیکیشن خود ارسال میکنید. ما ای اپلیکیشن ارسال نمیکنیم به خاطر اینکه در سیستم کدام مشکلاتی به وجود نیاید.